سلام به تک تک شما عزیزانم، محبوبه هستم. به آشپزخونه بخور بخور و برنامه خودتون خوش آمدید. آموزش امروزمون عدسیه. عدس هم که تو تمام خونه ها وجود داره، پختنش هم فوق‌العاده راحت و آسونه و به خاطر گندم و بلغوری هم که توشه شما رو تا مدت ها سیر نگه میداره. یعنی اگه شما نتونستین ناهار رو زود بخورین، کاملا تا بعد از ظهر سیر سیر هستی. و گزینه خیلی خوبی هم هست برای گیاهخوارا. حالا با هم دیگه بریم آموزش این غذای خوشمزه رو ببینیم. برای درست کردن این غذا احتیاج داریم به 4 تا پیاز متوسط که اونو نگینی خوردش میکنم. یه دونه سیب زمینی داریم به این اندازه بزرگه. مکعبی میخواییم خورده، مکعبی ریز خوردش کنیم. به این اندازه خوردش میکنیم. سیب زمینی هارم میریزیم تو آب تا زمانی که بخوام به غذامون اضافه کنیم تا رنگ سیاه نشه. مایتابمون رو گذاشتیم گرم بشه. به اندازه 1/3 لیوان من روغن میریزم تو مایتابه. پیازایی هم که خرد کرده بودم میریزم توش و پیازمون رو تفت میدم تا طلایی رنگ بشه. این غذا هرچی پیازش زیادتر باشه خوشمزه تر میشه. پیازمون به این اندازه داره طلایی میشه. حالا من بهش زردچوبه داریم، یک قاشق چای خوری بهش اضافه میکنم. یک کمی هم فلفل تو این مرحله، یک کمی هم فلفل قرمز کم. اینا رو تفتش میدم و از رو حرارت برش میدارم. یه پیمانه بلغور جو داریم که من خیسش کردم از 24 ساعت قبل و الان ریختم تو قابلمه. یک لیترم بهش آب اضافه میکنیم. پیاز داغی که قبلا سرخ کرده بودم با زردچوبه و ادویه نمک و فلفل اونم بهش اضافه میکنم و میذاریم تا بلغورمون جوش بیادش. درش هم میذاریم. بلغور گندممون در حدود نیم ساعته داره میجوشه. حالا اینجا 3 پیمونه عدس خیس کرده رو که من از 24 ساعت قبل خیسش کردم و چند بار آبش رو عوض کردم که میشه در حدود 450 گرم میریزم توی گندم. درش رو میذارم تا وقتی که عدسمون تقریبا پخته بشه، بعد دوباره میارم نشونتون میدم. 2 حبه سیر داریم، رندشون میکنیم که میخوام بذاریم توی غذامون. 25 گرم کره رو من گذاشتم گرم شده، 2 حبه سیرمون رو بهش اضافه میکنم و یه تفتش میده. زردچوبه داشتیم، 1/2 قاشق چای خوری اضافه میکنم بهش. زردچوبه رو با سیر یه تفتش میدم. حالا یه کمی فلفل سیاه داشتیم به میزان لازم. 1/2 قاشق چای خوری آبیشم اینم اضافه میکنم و یه تفتش میدم. برای رو حرارت برش میدارم. عدسیمون تقریبا 2/3 از مراحل پختش آماده شده. سیری که سرخ کرده بودیم تفت داده بودیم و بهش اضافه میکنم. سیب زمینی داشتیم که خرد کرده بودم، اونم بهش اضافه میکنم. 50 گرم هم جعفری داریم، اونم میریزم توش. نمک داریم چون نمک این کم بوده، من نمک بهش اضافه میکنم و اینا رو مخلوطش کردم. میذارم تا عدسیمون خوب بپزه و جا بیافته. عدسی ما آماده شده، پخته و حسابی هم جا افتاده. حالا من آب یه لیمو ترش هم میریزم توش. عدسی ما تقریبا 2.5 ساعت روی حرارت بودش و ببینین حسابی هم جا افتاده. حالا من میرم که براتون بکشم تو ظرف سه. عدسی ما هم آماده شدش.
این یه وعده غذای کامله به خاطر وجود سیب زمینی، عدس و بلغور گندمی که توشه. حسابی شما رو تا مدت‌ها سیر نگه می‌داره و یه صبحونه بسیار عالی و مقوی هستش که شما میتونین درست کنین برای صبحونه و نوش جونش کنین. امیدوارم این عدسی خوشمزه رو شما تو خونه درست کنین، نوش جونتون کنین و لذتش رو ببرین. ممنون که این آموزش رو دیدین. اگر از این برنامه خوشتون اومده لایکش کنین، خوشحال میشم نظر و پیشنهادتونم برام کامنت کنین، کانالم سابسکرایب کنین، زنگولشم بزنین که اگر یه ویدیوی جدید اومد زود و تند و سریع با خبرش. تا یه برنامه دیگه و یه بخور بخور خوشمزه دیگه، همه تونو به خدای منان میسپارم.